سلام برادر خارای عزیز میمون عزیز در این مکان و همینطور هم توی خونه ها که نشستین امیدوار تو خونه حداقل خوب میتونستی پرستش کنی با صدای بلند خیلی دردناکه نه اینجا میخوایی واقعا اعلام کنی و پرستش کنی فقط الان نمیتونیم تو خودمون رو برحال که دوست داریم انجام بدیم فقط کی دوباره ما این کلیسا دوباره پر میشه که بتونیم در مثل گذشته پرستش کنیم در دست خداست ما فقط هر چیزی که هر روز در زندگی ما میاد ما فقط میتونیم قبول کنیم بپذیریم و همینطورم در این شادی زندگی کنیم الان ماه دسامبر ماهی بود که ما در مورد ادونت صحبت کردیم و اینجا چیزایی که شمهایی که اینجا هفته به هفته روشن کردیم و گفتیم ادونت زمانی هست که مسیحا برای جشن تولد ایسای مسیح خودشون آماده میکنند و در این حال همینطور باید انتظار ظهور دوم عیسی مسیح داشته باشیم یعنی منتظر عیسی مسیح باشیم و اعلام بکنیم که عیسی مسیح دوباره باز خواهد گشت و الان روزه پنجشنبه بود یا جمعه بود که ما وایناختان رو جشن گرفتیم و تو این کلیسا الان خواهیم تمرکز کنیم به چیزایی که در آینده خواهد آمد یعنی امروز میخوام در مورد آمدن ایسای مسیح صحبت کنم زمانی که به ایسای مسیح نگاه میکنیم در کتاب متا، در مرقوز، در لوقا باب 24 13 و 21 لوقا در مورد بازگشت خودش اینجا صحبت میکنه و من خودم نشمردم فقط از موعظه دیگه شنیدم که عیسی مسیح قبل از اینکه در مورد آمدن خودش بازگشت خودش صحبت بکنه سی و در متاس 47 بار در مرخوز ۳۷ و هفت و در لوقا چل سه بار جوزیاتی در مورد بازگشت خودش صحبت میکنه چه اتفاقاتی میافته اینجا برای در مورد جنگ ها صحبت میکنه در مورد قطی ها صحبت میکنه زلزله ها صحبت میکنه وباها و اپیدمی صحبت میکنه که روی این دنیا خواهد آمد جفاهایی که هستند الان باید قسمت هایی که نوشته شده فقط نه در قرن بیستوم و یکمه بلکه از اول که عیسی مسیح صعود کرد پیش خودمان می‌بینیم که از هفتاد بعد از مسیح دیگه توی خود اورشلیم اونجا برای به وسیله امپراتور روم اورشلیم نابود کردن اسرائیل رو و همه اونجا پراکنده شدن و همینطور هم در مورد مسیحان دروغین صحبت میکنه در مورد پیغمبرهای پیغمبرای کاذب هم صحبت میکنه و میگه که مواظب باشی خیلی خواهن آمد به اسم من چه کارهایی خواهند کرد چه فرقه هایی از اون موقع به وجود آمده که سعی میکنن این راه حقیقت رو کج کنن و افراد رو گمراه کنن در مورد این قسمت ها به هر عیسی مسیح صحبت میکرد و نشون میداد و عیسی هم همینطور از مسئله هایی از طبیعت استفاده کرد که نشانه های از بازگشت او به ما خبر بده از طریق سمبول خدا میخواد به ما نشون بده که کی خواهد بود که بازگشت من نزدیک میشه و اینجا میخوایم با هم این قسمت ها رو بخونیم در متابه بیست و چهار اینجا اشاره میکنه در در این چند تا آیه و همینطور هم لو، لو، انجیل لوقا 21 هم خواهیم خوند اینجا میگه که از درخت انجیل مسئلش را فرا, گی، فرا, گیرید هر وقت شاخه های آن جوانه میزنند و برگ میآورند شما میدانید که تابستون نزدیک است میگه که تمرکز کنید نگاه کنید به این درخت انجیل و بعد از این میگه به همه طریق طریق وقت به همین طریق وقتی تمام, تمام این چیزها را میبینید بدانید که آخر کار نزدیک بلکه بسیار نزدیک است این از تجربه ترجمه تفسیری برداشتم زمانی که این اتفاقاتی میفته به انجید درخت انجیر نگاه کنین به شاخه ها نگاه کنین به همینطور هم که جوانی می‌زارند، برگاشم هم سبز میشن پس متوجه میشین که زمان آمدن من نزدیک است، بلکه بسیار نزدیک هست. یعنی زمان آمدن بسیار نزدیک است. آمین به شما میگویم که تا این همه روی, رو روی ندهد روی ندهد این نسل از بین نخواهد رفت در مورد نسل صحبت میکنه که الانم توضیحاتی خواهم داد در کتاب لوقا باب 21 آیه 29 تا 32 اینجا میگه که و برای ایشان مثلی گفت که درخت انجیل رو و سایر درختان رو ملاحظه نمایید که چون ببینید که شکوفی میکنند شکوفه میکنند خود میدانید که تابستان نزدیک است و همچنان شما نیست چون ببینید که این امور واقع میشود بدانید که ملکوت خدا نزدیک شده است اینجا الان در مورد ملکوت خودش هم صحبت میکنه هر آینه به شما میگویم که تا جمعی این امور واقع نشود این نسل نخواهد گذاشت پس اینجا عیسی مسیح میخواد به ما نشون بده که حداقل کلیسای خودش ایماندارا بدونن تقریبا زمان کی رسید که آمدن عیسی مسیح نزدیک شده باشه هر چقدر خودشم میگه که هیچ کسی نمیتونه این زمان کیه فقط هم زمانم به ما نشانه هایی میده و از چی صحبت میکنه از درختان صحبت میکنه شاخه ها صحبت میکنه جوانی میزنن برکار رو نگاه کنین زمانی که شکوفه میکند اون موقع میدونین که تابستان نزدیک است تابستان یعنی آمدن مسیح زمانی که دیگه مسئول مسئول تمام این این, چیزایی که کاشته شده دیگه به اون پایان میرسه پس الان میخوایم نگاه کنیم همینطور که عیسی مسیح گفته به درخت انجیل نگاه کنیم من فکر میکنم تو عطی عتیق که خونده باشید خیلی عیسی مسیح یا بیشتر خدا در مورد انجیل درخت انجیل صحبت میکنه که سمبولش خود اسرائیله یهودی هستن قوم خودشه اگه یادتون باشه عیسی مسیح خودش هم همینطور زمانی که خدمت میکرد میرفت و زمانی که یه درخت انجی رو دید و میخواست از اون برحال میوهشو و ورداره سمرش رو بخوره و دیده که هیچ چیزی نیست هیچ چیز خوردنی نیست و اونجا عیسی مسیح چه کاری کرد؟ این درخت رو معلوم کرد لعنت کرد و بلا فاصله خوش شد منظور این نیست که الان سمبول, سمبول الان درخت انجیل اسرائیل خدا اسرائیل رو لعنت کرد بلکه به خاطر بی ایمانیش که مخصوصا اگه عیسی مسیح رو رد کردن عنوان خداوند خداوند اینو لعنت کرد به این خاطر میگه هیچ موقع از این درخت میوه نخواهد آمد و این هم ربطی به شریعت داره از طریق شریعت هیچ کسی نمیتونه نجات پیدا کنه به این خاطر اینجا میبینیم که سمبولش سمبل همون درخت انجیل خود اسرائیله و اینجا اشاره میکنه میگه که الان نگاه کنین به درخت انجیر دوباره مثل اینکه چشمات چشماتو باز کنین نگاه کنین به اسرائیل به یهودیا چه اتفاقاتی اونجا میفته اون زمان سمره نعوردن اون موقع اون زمان بود که خدا رو عیسی مسیح رو عنوان خداوند رد کردن و گفتن که مسلوبش کنید اون موقع بود که قوم اسرائیل بود یا بزرگ بزرگان اسرائیل بودن که روح القدس رو رد کردن و به عیسی مسیح گفتن که این روح بلال شیطانیه که از طریق اون این کارو میکنه و عیسی مسیح خودش هم میگه که هر گناهی بخشیده میشه جز از این گناهی که علیه رول انجام میشه و چون بزرگان اسرائیل این کار رو کردن زیر لعنت افتادن در و در سال هفتاد بعد از مسیح بود که اورشلیم اونجا نابود شد به وسیله امپراتور روم سو الان پس اینجا نگاه میکنیم میگیم میبینی که الان کدوم زمان ما زندگی میکنیم عزیزان میبینیم که در سال 1948 بعد از جنگ جهان دوم بود که سازمان ملل آمد و اسرائیل رو دوباره برد در سرزمین خودش و از اون موقع اسرائیل دوباره یک کشور شد و یهودی از تمام دنیا همینطور که پیشگویی شده بود در اعتعتیق خدا میگه که در زمان آخر من تمام قوم رو دوباره بر خواهم گشت به قوم خودم به اسرائیل و می‌بینیم که توی این از زمانی که 1948 این اتفاق افتاد و قسمت در اسرائیل مخصوصا اورشلیم هنوز زیر, زیر نصفش و زیر تسلط فلسطینی ها بود و در 1967 در جنگ شیش روزه بود که تمام این تمام این کشورهای اسلامی بود که میخواستن اسرائیل رو نابود کنن از ببرن برعکس شد اسرائیل پیروز شد و تمام اورشلیم افتاد زیر دستای دستای یهودی‌ها یا اسرائیل من الان چیزایی که صحبت میکنم از طریق سیاسی صحبت نمی کنم. بلکه از طریق خاندگی که خدا برای اسرائیل داره هنوز اسرائیل یا یهودی ها اینطوری بگم قوم خدا هستن و الان میبینیم که اینجا صحبت میکنیم بس نگاه کنیم به درخت انجیر و همینطور هم در کتاب لوقان نوشته نه فقط در بلکه سایر درخت های دیگه نگاه کنید زمره زمانی که نگاه میکنیم اینا سمره میارن شکوفه میدن منظور چیه شکوفه دادن افراد شروع کنن به ایمان آوردن اونجا متوجه میشین که زمان آمدن من نزدیک هست الان زمانی که در این <تصفح> این از 1948 و 67 هم همینطور که اسرائیل دوباره برگشت یعنی یهودی ها برگشتن هنوز هم اینطوری از سازمان هستن که مخصوصا خدا دور تو دلشون گذاشته برن از تمام کشورهای دیگه مخصوصا کشور روس شوروی بود که میلیون هایی از یهودی ها اونجا بودن و نمیتونستن اجازه نداشتن برگردن به قوم اسرائیل اون زمان نماز کمونیستی بود و چطور خداوند یه گرباچو رو بلند کرد و این رفرماسیون رو اوورد اصلاحیت رو اوورد در باش شدن و از اون موقع میلیونها ها یهودی ها اصلا بر به کشور اسرائیل این تمام چیزهایی هست که میبینی که خدا حرکت میکنه خدا کارهای انجام میده چون ایسای مسیح خودش گفته همینطور که زمانی که سعود کرد گفته همینطور که من رفتم همینطورم هم برخواهم گشت پس اسرائیل باید زیر تست یهودیا باشه که عیسی مسیح برگرده و زمانی که نگاه میکنید در جنگ جهان دوم چطور کار شیطان این بود که تمام یهودی ها رو از بین ببره به وسیله هیتلر شیش و نیم میلیون یهودی ها رو کشت که اراده خدا انجام نشه یا بازگشت عیسی مسیح اتفاق نیفته ما باید این, این, تمام اتفاقاتی که در این دنیا ها در این دنیا میفته از طریق سیاسی هم نگاه کنیم که ببینیم که این تمام چیزا نیروهای تاریکی هستن شیطانه که علیه اینه که کاری میکنه که عیسی مسیح بر نگرده و چون این 6 میلیون نفر رو کشت سازمان ملل گفته که زو الان دوباره یهودی ها میتونن بیان در کشور خودشون و از اون موقع اسرائیل دوباره یک کشور شد نه فقط این بلکه الان نگاه میکنیم که تو این 20 ساله 30 ساله که یهودیا تعداد زیادی ایمان آوردن به عیسی مسیح کلیساهای یهودی در اورشلیم در اسرائیل بیرون از اسرائیل تو هامبورگ تو همه جا الان یهودیا ایمان میارن نشانه چیه شکوفه میدن ایمان میارن به عیسی مسیح که دو هزار سال پیش کلا ردش کردن الان میبینیم که چطور به خداوند عیسی مسیح ایمان میارن پس اگر قسمت هایی هم هست که مثلا خ... یکم بیشتر اطلاعی از 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 سیاسی یا از اتفاقاتی در این دنیا میفته میبینید که الان از زمانی که اسرائیل به وجود آمد 1968 چقدر فلسطینی ها و مخصوصا کشورهای اسلام میخوان این کشور رو نابود کنند چقدر تمام کشور میتونم بگم سیاست مداران دنیا سعی میکنن آشتی کنن که یک یک سولی به وجود بیاد اونجا هیچ... هیچ, کسی نمیتونه این کار رو انجام بده الان در این سال این سال این بود که سال گذشته بود که ترامپ که آمد یک کسی آمد اونجا ایستاد برای اسرائیل ایستاد و اینجا می‌بینی که خود ترامپ وردارین خودش اصلا سیاست مدار نیست که میگم سیاسی الان همه چی یه آدمی بود که خدا انتخاب کرده بود که یک برکتی برای اون کشور باشه و صدایی برای از خداوند باشه الان سیاستی بگذاریم کنار الان چه مردی بود چه شخصیتی داشت بگذاریم کنار ما باید پشت تمام این چیزها نگاه کنیم که خدا کجاست که صحبت میکنه عیسی مسیح چه پیامی میخواد حتی از این سیاست مدارا به ما ببخشه چشمون باید برای روشن باشه این در قسمتی بود که پس خدا میگه که عیسی مسیح خودش میگه که پس به اسرائیل نگاه کنیم و میگه که این نسل در مورد نسلی صحبت میکنه این نسل از بین نخواهد رفت کدوم نسل دو تا امکاناتی هست یه, یه نسلی که دوره یک جامعه زندگی میکنه مثل این که الان ما از زمانی که 1948 این اتفاق افتاد این نسل یعنی افرادی که از اون موقع زندگی میکنن تا الان یا امکان دیگه هم هست که یک نسلی هست که مربوط به یهودی هاست که اون زمان که فریسی ها بودن و زد و سیار بودن کاتبان ها بودن که ضد عیسی مسیح بوده که این نسل اینجا میگه صحبت میکنه این نسل نخواهد گذاشت به هر حال اگه نگاه کنیم رو نگاه میکنید در مورد نوح که صحبت میکنه در بعد از این خواهیم خوند در مورد نوح چون ادامه شما میگه که همینطور در اون زمانی که آمدن من زمانی نوح خواهد بود نوح چی بود میگفته که همه میخریدن میخودن مینوشیدن این زمان میگه همه همه مشغول زندگی خودشون بودن و اون موقع عیسی مسیح خواهد آمد اینجا هم یک مسئله هست که اینجا صحبت میکنه حال اگه نرمال من اینطوری خودم اینطوری فکر میکنم و همینطور هم, هم برال از جاهای دیگه هم همینطور تعلیم که گرفتم فقط نمیخوام بگم که این دیگه حقیقته بلکه زمانی که در مورد نسل صحبت میکنه اگر از طریق دنیا نگاه کنیم یک نسل تقریبا 35 سال طول میکشه یه نسلی هست که میگه 35 سال بعد از این نسل بعدیش که میاد از طریق کتاب مقدس که نگاه میکنیم در زمانی که اسرائیل توی بیابون بود اونجا 40 سال بود که چهل سال یک نسلی بود که بعضی میگه اون نسل از بین خواهد رفت و و همینطور هم زمانی که نگاه میکنیم که در, مز در مزمور نوت آیه ده اینجا میگه میگه که ایام عمر ما هفتاد سال است و اگر قوی تر باشیم هشتاد سال تقریبا مثل اینجا نشون میده هش تا هشتاد سال عمرمان و زمانی که نگاه میکنیم از هزار, هزار هشت که این اتفاقی افتاد و خدا من این نسل نخواهد رفت اگه حساب کنیم تقریبا هفتاد هشتاد سال رو نگاه کنیم از پس میشه بعد از 1948 که این درخت اسرائیل کاشته شد پس 2018 تا 2028 در این زمان هست که میگه که این نسل از بین نخواهد رفت نخواهد مرد از این زاویه میتونیم نگاه کنیم پس ما در کدوم زمان زندگی میکنیم این میخوام الان تمرکزتون 2018 19 20 باشه تقریبا در این زمانی هست که در مورد آمدن عیسی صحبت میکنه در مورد روبوده صحبت نمیکنه چون روبوده قبل از آمدن مسیح میشه الان سه سال نیم پیش یا یا هفت سال پیش اینو نمیخوام چیز کنم تعلیم‌های مختلف هستند، فقط من صد درصد باور می‌کنم، من خودم شخص خودم باور میکنم رو یا دجال یا این آمدن ایسای مسیح ربط داره به دجال و قبل از اینکه دجال بیاد کلیسا روبوده خواهد شد یا به این خاطر ما الان در یک زمان خیلی حساسی زندگی میکنیم میتونه سال آینده باشه میتونه دو سال دیگه باشه من نمیدونم فقط یه چیزی که من راستی باور میکنم دجال الان هست زنده هست الان نباید به دنیا بیاد هست فقط الان باید آشکار بشه برحال ما میخوام تمرکزمون بیشتر به این بکنیم که زمانی که خدا اینجا عیسی مسیح مسئله از درخت زد و از شکوفه از طبیعت زد و الان هم میبینیم که این درخت انجیر تمرکز کن به درخت انجیر نگاه کن به او این باید نشانه ای باشه که زمان آمدن من نزدیک هست و این اسرائیل یهودی ایمان یهودی نجات و همین هم کلیسه های زیادی به وجود آمدن پس میبینیم که شکوفه میدن و سمره میارن پس پس شروع میکنم به فکر کردم پس الان یک زمانی هست که عیسی مسیح تو عنوان دامات خواهی آمد و عروست رو میخوای برو بایی این سرودی هم که آخرم خوندیم و سرودهای زیادی هست در مورد بازگشت عیسی مسیح این برال در قسمت هایی هست که الان فقط به درخت انجیل نگاه کنیم نگاه کردیم الان نگاه کنیم همینطور به اتفاقاتی که وضعیت طبیعت در و همینطور هم وضعیت مردم در این دنیا چیه و مخصوصا هم که الان در این زمان کرونا هم زندگی میکنیم در لوقا باب 21 آیه 25 تا 26 اگر نسید بتونی تو خواهش میکنم بخونی در خورشید و ماه و ستارگان علامت ها ظاهر خواهد شد در روی زمین ملت‌ها از قررش دریا و خروش امواج آن پریشان و نگران خواهند شد آدمیان از وحشت تصور آن چه بر سر دنیا خواهد آمد از هوش خواهند رفت و قدرت‌های آسمانی به لرزه خواهند افتاد آن وقت پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم بر ابری می آید. آمین پس قسمت اول چی بود درخت انجیل رو نگاه کنیم که اسرائیل الان هم نشون میده که پس نگاه کنیم به این تمام طبیعت اتفاقاتی که میفته یا الان من فقط سه تا جنگ ها رو برداشتم اینجا که در از قرن 17 این جنگ است که سی سال طول کشید تقریبا هفت تا نه میلیون نفر کشته شدند جنگ جهان اول 20 میلیون نفر کشته شدند جنگ جهان دوم هفتاد میلیون یعنی تو این سه تا جنگ صد میلیون نفر کشته شدند جنگ هایی است الان حساب نکنیم این جنگ هایی که امپراتوری روم داشته و همینطور هم این امپراتوری ای چیز عثمانی عثمانی میگن عثمانی و ناپولیون چه جنگ هایی در اروپا بود انگلستان، فرانسه، آلمان و همینطور هم توی آسیا چه جنگ های اتفاق افتاده چند میلیون نفر کشته شدن و اینجا عیسی مسیح میگه که این جنگ ها اینجا این شروع این درد زه هست و زمانی که خودش رفت جنگ ها بسیار زیادتر شدن و همینطور هم بلاهایی که آمدن همین نگاه کنید در جهان دوم این بمب اتم که دویست هزار نفر رو کشت این درد های زه هستند که اتفاق, میو اتفاق افتاده همینطور هم زمانی که در مورد ستاره و در مورد ماه صحبت میکنه اینجا بر تاریخ نوشته شده 1780 بود که همینطور خورشید و همینطور هم ماه یعنی دنیا سی سیاه سیاه شده یعنی هیچ نوری اینجا نبود و همینطور که در یو ال باب آیه سه آیه سه اونجا در مورد خورشید و ماه ماه گرفتگی میگن صحبت میکنه این اتفاق افتاد و همینطور هم در مورد ستاره کانی که میفتند تو زمین 1799 1833 سقوط شهاب سنگ میگن درسته؟ درسته شهاب سنگ یا این اتفاق افتاد نمیدونم الان کجا یعنی این اتفاقاتی هست که افتاده افرادی که دیدن الان اتفاقاتی هم افتاده افراد نتونستن ببینن اون موقع چیزی تاریخی یا روزنامه اونطوری چیزهایی نبود که نوشته بشه همینطور الان نگاه کنید به اپیدمی هایی که وباهایی که در این دنیا و در اروپا اتفاق افتاده یک تاهون سیاه 1700 1347 تا 1352 چهل درصد در از جمعیت اروپا کشته شدند 110 میلیون نفر این تمام چیزهایی هست که در آوردم چهل درصد جمعیت اروپا کشته شدند الان زمانی که نگاه میکنیم به کرونا میتونیم بگیم کرونا مثل اینکه یه <تصفح> صرفه ای هست که ما میکنیم و همینطور هم نگاه کنیم که قرن بیستم بیست و یک مشکل گلوبالی به وجود آمده همینطور اوایل قرن بیستم این انفلوانس های اسپانیایی که چهل میلیون نفر کشته شدند ایبولا ویروس دوازده هزار نفر و همینطور هم اصلا کلا گرم شدن کره زمین همه چیز الان مثل که به هم خورده و هیچ کسی نمیتونه اینو زیر کنترل بیاره همه چی از کنترل انسان بیرون رفته و این هم اضافه میشه به این درخت انجی، انجیر ما میخوام باید یک یک چی میگن تلسکوپ مثل یه تلسکوپ نگاه کنیم همه چیز رو باید نگاه کنیم چه اتفاقاتی افتاده فقط یک چیز رو ور, نمیداره من،, من کرونا رو ور نمیدارم میگم این نشانه ای آمدن عیسی مسیحه فقط یک نشانه ای هست که الان در این دنیا من فکر نیکنم هیچ موقع این اتفاق افتاده بودی که تمام دنیا الان این این, فلو این چیز رو گرفته این وبا رو گرفته تو آلمان غیر ممکن بود که بگن که اجازه, نمی اجازه نداریم برین از خیابو از خونه بیرون اعتراض کرده بودن چل یاد گرفته بودن آزادی رو الان متوجه میشن نه نمیتونن اولین ماها اعتراض کردن فقط آخر دیدن نپرد چیز نیستن برنده نخواهند شد زمانی که میانوجود جریمه میکنن 500 اورو دیگه میگین که بهتر اینو بزنم تو قلبم قور بزنم اگه از اینکه برم بیرون برحال این چیزهایی هستن که نشانه هایی هستن که حتی اینجا, اینجا که در موردش صحبت میکنه آدمیان از وحشت اینجا نوشته نه؟ اینجا 26 در این وضع دنیا الان، میتونی بخونی دوباره؟ آدمیان از وحشت تصور آنچه بر سر دنیا خواهد آمد از هوش خواهند رفت یا yeah. یه ترجمه دیگه نمیشه مردم از تصرف آنچه باید بر دنیا حاده شود از فرد و وحش فرد وحشت فرد وحشت بیهوش خواهند شد الان ما در این, در این زمان ما زندگی میکنیم درسته یا نه؟ احساس میکنیم؟ یعنی ما نمیدونیم یعنی ما الان مسیحی هستیم ما تقریبا میدونیم چه اتفاقاتی میفته ما میدونیم من در ما در جرمه که دنیا آدما الان بیهوش میشه یعنی نمیدونن ترسی افتاده بود الان این شروع درد ذهه این آمادگی برای اون کار اصلی که شیطان اینجا خواهد کرد میتونه 2021 شروع, بشه الان یک دو ماه سه ماه چهار ماه پنج ماه نتونن این ویروس رو تسلط داشته باشن باید کاری انجام بدن و کار شیطان روی ضد مسیح بر حال دنبال اینه که همه چی رو زیر کنترل خودش بیاره یک نشانه دیگه هم نگاه کنیم عزیزان من این نشانه رو میخوام بگم که معمولا افراد می خب قرن اول هم که گفتن که پولوس هم گفته عیسی مسیح میاد الان دو هزار سال گذشته درسته گذشته فقط شاید اون افراد اون موقع زمانی که نوشته شده 300 بعد از مسیح 340 خورده ای بعد از مسیح کتاب مقدس کانون شد و شروع کردن خوندن و اونجا نوشته بود درخت انجیر رو باید نگاه کنین از او میتونین یاد بگیرین و بدونین که زمان آمدن من کیه یک نشانه دیگه هم نگاه کنیم زمانی که موسی بدون میخواست به دنیا بیاد فرعون چه کاری کرد؟ گفته بود تمام بچه ها رو باید کشته بشه درسته؟ موسا سمبل همون ایسای مسیح که قوم خودشون رو نجات بده درسته؟ و میگه تمام بچه ها باید کشته بشن و رفتن و همینطور رو کشتن با فیض خداست که خدا زمانی که کسی انتخاب کرده موسا رو انتخاب کرده برای هدایت کرد حتی توی مصر پیش فرعون خواهر فرعون اونجا بود که زندگی کرد و بزرگ شد زمانی که برمیگردیم به عیسی مسیح زمانی که عیسی مسیح آمد و زمانی که هرودس متوجه شد این پادشاه یهود به دنیا آمده چه کاری کرد دستور داد تمام بچه ها را تا سن نمیدونم دو ساله از بین ببره یعنی کار شیطان اینه که نابود کنه اون نسل رو نابود کنه و الان در قرن 21 چیه چه اتفاقاتی میفته اینجا الان یک پادشاهی نیست که بیاد بگه که بچه ها رو بکشین الان روی ضد مسیحه که از طریق سخت،, سخت, جنینه که بچه ها رو میخواد از در رحم مادرشون از بین ببره بکشه ها موسی میخواست بیاد شیطان آمد بچه ها رو کشت ایسا آمد شیطان آمد بچه ها رو کشت الان عیسی مسیح میخواد بیاد پس شیطان یک کاری باید انجام بده الان در رحم مادر بچه ها رو میکشه تمام دنیا الان اکثریت قانونایی بیرون آوردن اینجاست که الان خود ترامپ هم اونجا ایستاد علیه این چیز گفته که اینو ضد این هستم به این خود تمام دنیا متنفر ترامپه من میگم از طریق شخصیت منم قبولش ندارم از طریق چیزایی می... فقط از طریق ایستادگی برای یک حقیقت باید نگاه کنیم پرو اسرائیل ضد چیز سخت جنین از خدا نیست هر چقدر خودش هم غالبا نمیدونم نمیتونم بگم خودش ایمان داره الان کتاب مقدس رو برداشت اونجا ایستاده چیز کرد این چیزها رو به هم میدارن پیامی که آمد از دهنش اینی باید نگاه کنیم پس زمانی که این, این روی ضد مسیح و در تمام کشور آلمان هم یک کشوری است انگلستان،, و آمریکا که همه دنبال این هستند که قانونایی به وجود بیارن که حتی بچه ها بعد از چهار پنج ماه هم من که همینطور توی رحم مادرش بکشن یعنی واقعا چی میگه قتل روح قتل میاد روی این کشور فقط نه این بلکه نشانه اینه که بازگشت مسیح نزدیک است. پس نگاه میکنیم ببینید چند تا مثال های و مثال هایی هست که خدا صحبت میکنه که قوم خودش رو کلیسای خودش رو آماده کنه بگید در خواب نروین بدونی که آمدن من نزدیک است و زمانی که میگیم آمدن اون نزدیک است پس خودم, خودم رو باید آماده کنم باور کنم به این خاطر ای ادامه میده در این متاباب 24 که اونجا بودیم از آیه 24 از باب 24 آیه 37 تا 39 میگه که لیکن چنان که ایام نوح بود ظهور پسر انسان نیست، چنین خواهد بود زمان نوح چطور چه مردم چطور زندگی میکردن اول باور نمیکردن صد سال طول کشید نوح این کشتی رو ساخت هر دفعه می آمدن مسخره می میرفتن مسخره می میرفتند و اینجا میگه که زیرا همچنان که در ایام قبل از طوفان می و می, می آما و نکاه میکردند و منکوه می تا روزی که نوح داخل کشتی شد و نفهمیدند تا طوفان آمد همه را برد همچنین ظهور پسر انسان نیست خواهد بود دوباره یک آخر دوباره یک اشاره میکنه به وضع دنیا و به وضع نه فقط دنیا به وضع کلیساها که کلیسا خودشون باور نمیکنن تا در بسته شده یعنی چی روبوده و افراد گفتن که چکار کنیم و کردم و شروع میکنم به برای خودشون داستانایی ساختن ما مطمئن هستم افرادی هم مثلا عصبانی میشن از خدا من که مسیحی هستم من که این هستم من نمیدم آمدم خدمت کردم یا درسته کارهای خودت رو که انجام دادی فقط خودت رو آماده نکردی برای بازگشت من گوش میکنین عزیزان این موعظه یک است که تشویق که باور کنی یک موعظه هم هست که باید شروع کنی به فکر کردن چی میخواین بنا کنید توی زندگیتون دنبال چی هستین 2021 چی میخواین بسازی خونه های خودتون میخواین بسازین یعنی یا خونه های روحانی خودتون باید درونتون آماده کنید برای آمده برای بازگشت عیسی مسیح و این مجده مجده پادشاه در سر تا سر جهان اعلام خواهد شد تا شهادتی برای همه قومها ها باشند آنگاه پایا آنگا پایان, پایان فرا خواهد رسید این هم یک نشانه ای هست دوباره میگه که الان کلام انجیل باید همه جا پخش بشه و نگاه میکنیم که چه چه کشورهایی الان توی این زمانی که الان قرن 21 بیستون و, و که از طریق اینترنت از طریق تلویزیون از طریق ایستگاه تلویزیون از طریق ها همه جا الان تقریبا میتونم بگم انجیل رو پخش میشه دیروزم هم پریروز بود و یه فیلمی هم دیدیم که خدا چه کارهایی کرده چه مبشرای کدوم جزیره هایی فرستاده نه اینطوری جمعیتی که مثلا هزار نفر دو هزار نفر جمعیتی باشه پنجان نفر چطور افراد رف... ایمان آوردن چهار تا تلویزیون فارسی زبان از آمریکا پخش میشه دائما هی ساتلیت ها انجی رو پخش میکنن ایران افغانستان و کشورهای عرب این تمام نشانه هاست میگه که نگاه کنید به درخت های دیگه هم همینطور این هم ثمره میارن کی میتونست پنجاه سال پیش باور کنه که ایران یا افغانستان ایماندارایی هستن خود آلمانی ها باور نمیکنن یعنی نمیکردن ها چطور یک مسلمان میتونه مسیحی بشه؟ یعنی چی میگن؟ مسیحی همو گفتن ها؟ الان بگذاریم بیمانه چی میگن؟ دوباره یک نشانه دیگه هست که اینجا میگه که انجیل باید پخش بشه و زمانی که تمام این چیزها رو الان همه چی رو سو ما صحبت کردیم اینجا خود عیسی مسیح در لوقا و با لوقا بابی 21 اینجا 21-28 میگه و چون ابتدای این چیزها بشود راست شده سرهای خود رو بلند کنید از آن جهت که خلاصی شما نزدیک شده است پس این نشانه اینه که زمانی که این اتفاقاتی میفته و در این قرار گرفتیم در این الان کرونا کرونا میتونم می بگم یک چیز به خصوصی نیست سلامتون بگم فقط برای ما تازه هست حالا برین توی ایران اونجا از طرف روحی کرونا است اونجا اجازه نداری کاری انجام بدیم اونجا کسی مسیحی باشه اونجا دستشو بلند افغانستان بدتر دستشو بلند کنه مسیحی هستن بلا فاصله همه تو خویابون میکشنش یا ویروس های روحانی هستن یا حالا این ویروس های فقط چی میگن انسانیه یا دنیاییه پس این یک نشانه ای است که خداوند یک زمانی که دقت میکنیم به این چیزها و اتفاقاتی میفته الان امیدوار از این کلیسای آلفا واقعا در این قسمت یک تکونی بخوریم نه اینطوری که بترسیم بلکه واقعا شجاع بشیم میگیم که الان خداوند من, من میخوام بیستم و الان این اتفاقاتی میفته واقعا میتونم میگم خلاصی من آزادی من روبوده شدن من یا آمدن عیسی مسیح نزدیک شده است و همین هم قبل از این به شما گفتم چیزهای مختلف هستن زمانی که کتاب مقدس که در عهد جدید در مورد پاروسیا صحبت میکنه افیفانیا صحبت میکنه هارپاسو صحبت میکنه در مورد روبوده شدن و در مورد حاضر شدن یعنی خود پاروسیا پاروسیا معنیش اینه که باز بازگشت مسیح زمانی که عیسی مسیح در مورد بازگشت صحبت میکنه این لغت پاروسیاس و یه چیز، یک لغت دیگه هم هست میشه افیفانیا افیفانیا اینه که ظهور ظهور شدن یعنی ظهور کردن خودش رو و قسمت سوم سوم که هر پاسو هر پاسو ربطی داره به روبوده شدن و این در اول تسالونیک باب چهار آیه چهارده تا 16 اگر نسین تو بتونی اینو بخونی اینجا در مورد روبوده شدن صحبت میکنه که قبل از این تمام این بلاها که ضد مسیح یا دجال خواهد آمد اتفاق خواهد افتاد زیرا خداوند خود با فرمانی بلند آواز و آوای رئیس فرشتگان و نفیر شی، شیپور خدا از آسمان فرود خواهد آمد آنگاه نخست مردگان در مسیح زنده خواهند شد پس از آن ما که هنوز زنده و باقی مانده ایم با آنها در ابرها رو بوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا ملاقات کنیم و بدین گونه همیشه با خداوند خواهیم بود پس آم. بدین سخنان یکدیگر را دلداری دهید آمین سو اینجا پس میگه که اینجا در مورد هارپاسو صحبت میکنه که اونجا رو بوده کجاست؟ بر افرا رو بوده یا رو بوده yeah. yeah. اینجا یونانیش هر پاسو. یعنی ورداشته شده yeah. Yeah. یا دزدیده میشه گوش میکنی مثل که خدا میاد تو رو نه منفی میدزده ور میداره چقدر تو این ماه که من دعا میکنم خداوند من کی منو میدوستیم دیگه خسته شدم این دنیا واقعا دنبال این هستم دنبال این هر پاسو یعنی روبوده شدن و احساسم میکنم همون عیسی مسیح خودش هم, هم اینطور دلش همینطور میتپه میگه که من میخوام زود کلیسای من آماده بشه که بتونم او رو برو, برو بایم. این ربطی به ما داره من فکر میکنم عیسی مسیح خودش مثل داماد که عاشقانه ما رو دوست داره میخواد فقط هنوز آماده نیستن هنوز درست آز آماده نیستن همون زمانش اینطوری نرسیده یا اینطوری نگاه میکنه که برم من بدزدم یا تو ارمنستان من اینطوری شنیدم که یک کسی که عاشق یک زنی زنی میشه و حتی مخصوصا هم که میدونه که پدر مادرش اینطوری مخالف این هستن میرن زنا رو میدزدن یعنی ور میدارن میارن توی خونه خودشون یا اصلا کلا فرار میکنن یا و اینطوری بعد از این میگم آخه ناعدالتی آخه چطور میشه خب که این روش اونجاست نمیخوام بگم الان در قرن 21 هم این کاری میکنن فقط اینو شنیده بودم تقریبا یه،, یه, چند سال پیش که بین ارمنی ها خدمت میکردم و مثل اینکه اونقدر عاشقشه که میره اون زنش و هنوز زنش هنوز نیست اون رو میرو با یعنی چیز میکنه میدوزده که باش باشه و اینجا میگه که به آنها در ابرها رو بوده خواهد شد تا خداوند رو در هوا ملاقات کنیم و بدین گونه همیشه با خداوند خواهید بود پس بدین دین سخنان یک دیگر رو دلداری دهید. این اینطوری هست که زمانی که همه ما باور میکنیم و همه ما توی سختی ها میفتیم اونجاست که با هم دیگه دلداری میدیم و تشویق میکنیم اب نداره الان سب کنیم و الان برحال این راه رو ادامه بدیم بعضی وقت هم سخته با عیسی مسیح پیروی کردن و همینطور هم در این سال جدیدم کلیسامون هم, کلیسا همون هم چیز کرده یعنی هدف ما اینه که همینطور سال گذشته ما برنامه ریختیم برای کار بشارت و کار رحمت متاسفانه این کرونا باعث شد که هیچ کاری نتونیم انجام بدیم فقط الان در سال جدید ما میخوایم بیشتر فعالیت کنیم یک کلیپ کوچیک هم درست کردم به اعتمار زیاد فردا توی گروه کلیسای های آلفا گانجا خواهم گذاشت که اونجا دنبال برادر خواهرایی هستیم که میخوان در این قسمت فعالیت کنن. بر حال برگردیم به کلام خدا پس زمانی که الان این قسمت ها رو که دیدیم که عیسی مسیح اینجا قبل از اینکه در مورد آمدن خودش صحبت میکنه نشانهای زیادی یا جزئیات زیادی به ما داد و من فکر میکنم این اندازه کافی هست که در مورد درخت انجیر دنیا و همین اتفاقاتی که در این دنیا میفته وضعیت طبیعت و همینطور هم نگاه میکنیم به این بلاهایی که الان ما تو زندگی می‌کنیم، کنیم هم در این مورد این سخن جنین که الان در قرن 21 بسیار زیاد اتفاق می‌افته، افته هم نگاه کنیم به نوح که الان افراد هیچ موقع دنیا اینطوری در این آشتی و در صلح نبود اگه نرمال نگاه کنین اروپا الان اتحاد پیدا کرده اون موقع مرزهایی بودن که نمیدونستن بیان برن الان چقدر راحت شده همه چی همه دنبال زندگی خودشون هستند درسته یا نه؟ کف بکنی بریم اونجا تمام جوانایی که الان هستن در این دنیا فقط در حال لذت هستن این خود اینجا میگه که زمان نوح اینطوری خواهد شد همه دنبال زندگی خودش نسن بعد از این بر در بسته میشه پس عزیزان سال 2020 زمان باور کردن به بازگشت ایساست سال 2021 سال بیداریه هوشیاریه دعا شفاعت و پرستش 2021 سالی هست که آماده سازی انسجام و اتحاد و بشارت عزیزان که خدا این ماموریت رو به ما بخشیده که بتونیم واقعا با شجاعت وارد این سال جدید بشیم آمین با هم دعا کنیم امیدوار هستم این کلام به هر حال هایی در رو روی تو بیدار کرده باشه یا خداوند ممنون هستیم از این خداوند آگهی که به ما دادی خداوند تو میدونستی از این زمان ها دو هزار سال پیش تو میدونستی امروز چه اتفاقاتی خواهد افتاد خداوند از طریق این کرونا ما فضیح شدیم خداوند دنیا, دنیا به هم خورده کنترل از دست داده فقط مرسی که کنترل در دستای توست تو میدونی چه کاری میکنی و الانم خداوند دعا میکنم برای خودمون برای کلیسای خودمون برای کلیساهای دیگه هم اینطوری سجا که تمام کلیساها جایی که روح تو خداوند اونجا میخوای در همه کلیسا بیداری به وجود بیاد خداوند و خداوند این باور رو این بزد باور رو یا ایمان رو خداوند در قلبای ما بکسار خداوند که روز به روز بدونیم که آمدن تو نزدیک هست الان وقتی هست که خودمون باید آماده کنیم عروس باید خودش آماده کنه این جشن عروسی منتظر ماست یه چیزی فوقلاده عالی منتظر ماست که در این زمان آخر اتفاقاتی هم میبوده ما خدا خداوند بتونیم سر بلند و بریم کار تو رو انجام بدیم خداوند من فیض ببخش در این سال 2021 واقعا اتحاد یک دلی خداوند بیداری در قلبمون اتفاق بیفته خداوند چشم خودمون رو از خودمون وردار از دیگران ورداریم خداوند روی خودمون کار کنیم و همینطورم کار بشارت رو انجام بدیم چون تو خودت هم گفتی خداوند این مجده پادشاهی در سر تا سر جهان اعلام خواهد شد برای شهادتی برای همه خداوند قومها آنگاه پایان فرا خواهد رسید خداوند هدایت کن خداوند به کلیسایمون شجاعت ببخش خداوند و کلیسای دیگه هم همینطور که ماموریتی که به ما دادی خداوند بتونیم انجام بدیم به دستای تو میسپاریم ایمان ما خداوند امید ما تو هستی خداوند پس رحم کن بیا خداوند و این یا فیض رو به ما ببخش این رو دعا میکنیم در نام تو عیسی مسیح و برای جلال نام تو آمین Amen. Yeah, that's the body you saw my citizen education <laughs> tonight. Amen.